مبارزهای UFC همیشه بیشترین تلاششون رو برای بردن در رینگ میکنن و همیشه آماده مبارزه هستن، اما خب بعضی وقتا هست که این دعوا کردن ها به خارج از قفس مبارزه کشیده میشه و اینجاست که اوضاع خیلی قاراش میشه. من حامدم و اینجا کانال ورزش ها بود. توی این ویدیو میخوایم بریم سراغ مبارزهایی که خارج از قفس مبارزه دعوا کردن. لطفاً لایک ویدیو، سابسکرایب کانال و صد البته فالو کردن پیج اینستاگرام ورزش ها رو هم یادتون نره تا از ویدیوهای ورزشی بیشتری بهره من بشی. خوب بریم سراغ مورد اول، بروس بافر و فرانک تریگ. فرانک تریگ یکی از قهرمان‌های سابق UFC هست و در قدیم حسابی طرفدار داشت. بروس بافر هم صدای همیشگی UFC هست و این دو نفر در کمال ناباوری با همدیگه یه دعوای خفن رو در بیرون از رینگ انجام دادن. این دعوای عجیب و غریب زمانی اتفاق افتاد که تریگ به همراه بروس بافر و رئیس UFC دینو وایت داخل یک آسانسور بودند. ظاهراً این دعوا به این دلیل اتفاق افتاده که تریگ احساس کرده که بروس بافر به او بی احترامی کرده. اینجور که بوش میاد، بافر وسط صحبت تریگ و دینو وایت پریده و همین شده که تریگ حسابی عصبانی شده و یقه بافر رو گرفته. بعد از اون هم همه چیز به هم ریخته و دعوای شدیدی با مشت و لگد بین این دو نفر شکل گرفته. الان این دعوا تبدیل به یک خاطره شده و این دو نفر با همدیگه دوست هستن و فقط در موردش میخندن. ملوین گیلارد. ملوین گیلارد یکی از مبارزهای قدیمی UFC بود که قبلا با جاستین گیجی هم مبارزه کرده بود. یک دفعه او توی یک دعوای کوتاه ولی خیلی بد در یک بار در کلرادو شرکت کرده بود. اگرچه معلوم نیست که چی باعث این دعوا شده بود، اما خب ترمینات حرفه‌ای گیلارد باعث شد که خیلی سریع کار حریفش رو بسازه. گفته میشه بعد از اون هم دوست دختر این فردی که کتک خورده به سمت گیلارد حمله کرده و اوضاع خرابتر شده. اما خب جزئیات دقیق ماجرا اصلاً در دست نیست، ولی بعد از مدتی یه حکم دستگیری برای ملوین گیلارد صادر شد، حکمی که بعد از اون رو حل کرد. روجر هوتا. روجر هوتا مبارز UFC چند سال پیش به خاطر یک حادثه که توی یکی از خیابون‌های تگزاس آمریکا براش اتفاق افتاد، حسابی وایرال و معروف شد. گفته میشه که توی خیابون یک مرد به یک زن حمله میکنه و اون رو با مشت میزنه. از بدشانسی این مرد هم روجر هوتا مبارز UFC در اونجا بوده. هوتا هم خیلی سریع جلو میاد و شروع به مبارزه با این مرد میکنه و در مدت کوتاهی حسابش رو میذاره کف دستش. بعد از اون هم ویدئوی این کار هوتا در فضای مجازی پخش شد و او رو حسابی معروف و محبوب کرد و فضای مجازی او رو تبدیل به یک قهرمان کرد. لی موری و تیتو اورتیز. این حادثه توسط هیچ دوربینی ضبط نشده، اما خب داستان بسیار خفنی داره. تیتو اورتیز یکی از ترسناکترین مبارزهای تاریخ UFC هست و خیلی ها رو توی قفس داغون کرده. اما خب وقتی که یه بار توی خیابون با لی موری سر مسئله ای دعواش میشه، به طرز بدی با مشت سنگین لی به روی زمین میفته و ناکاوت میشه. هیچ ویدئویی از این دعوا در دست نیست و معلوم نیست که دعوا سر چی بوده، اما خب با توجه به کله خرابی لی موری احتمال میره که این قضیه واقعیت باشه. لی موری بعد از شکست خوردن از آندرسون سیلوا در UFC بازنشسته شده و الان هم داره حکم 25 ساله زندان خودش رو در یکی از زندانهای مراکش میگذرونه. این قضیه واقعا عجیب و غریبه، اما خب واقعیت داره. او به خاطر یک سرقت بانک بزرگ که مبلغ 92 میلیون دلار بود دستگیر شده و این قضیه هم نشون میده که موری چیزی به نام ترس و یا مغز رو نداره. چارلز بنت یا اسب دیوانه. چارلز بنت مبارز UFC که بهش لقب اسب دیوانه رو هم دادن، توی یک عالمه دعوای خارج از رینگ مبارزه حضور داشته. اما خب مشهورترین اون زمانی بود که در پشت صحنه یکی از فیلمبرداری‌ها با هم تیمی واندرلی سیلوا کریستیانو مارسلو دعواش میشه. اسب دیوانه در اونجا دائما به هر دوی این افراد فوش میداد و اونها رو تحریک میکرد و در نهایت دعوای شدیدی شکل میگیره. دست آخر بنت و مارسلو هر دو روی زمین میافتن و در نهایت یه نفر بنت رو به چوک میبره و اون رو بیهوش میکنه تا دعوا خاتمه پیدا کنه. اگرچه بنت بعضی از مسابقه هاش رو برده و بعضی از اونها رو باخته، اما خب رفتار خارج از رینگ اون نشون میده که واقعا لقب اسب دیوانه برازنده اونه. نیک دیاز.
نیک دیاز مبارزی بود که به عنوان یک پسر بد در MMA شناخته می شد و زمانی که با یکی از حریفاش در بیمارستان یک جا بود جنجال بزرگی به پا کرد. او بعد از مسابقهش با جو ریگز و باختش در اون مسابقه به بیمارستان برده شد. اما خب دست بر قضا حریفش جو ریگز هم برای مداوا به همون بیمارستان آورده شد. هر دوی اونها داستان متفاوتی از این دعوا دارن، اما خب به هر حال اونها با همدیگه برخورد داشتن و بعد از جر و بحث دعوای شدیدی شروع میشه. بله این قضیه واقعا درسته و این دو نفر حتی توی بیمارستان هم با همدیگه دعوا میکنن و به پرسنل بیمارستان یک فایت UFC مجانی دادن. دون فرای یکی از قدیمی ترین اسطوره های مبارزات آزاد هست و اون قدیما کسی جرئت نمی کرد سمتش بره، اما خب پیر شدن آدم رو خیلی ضعیف می کنه. در سال 2007 وقتی که او برای دیدن یک نمایش مبارزاتی به یک کازینو رفته بود با یکی از شرکت کننده های این نمایش یعنی سانی وستبروک دعواش میشه. وستبروک که یه زمانی یک بادیگارد بود یک کوک بسیار محکم رو به دان فرای میزنه و در نهایت او رو به صورت بدی روی زمین میندازه. دان فرای بعد از دعوا گفت که اون موقع حسابی مست بوده و یه عالمه مسکن خورده بود. اگرچه دان فرای یه زمانی یکی از خطرناکترین مبارز ها بود، اما خب در اینجا به طرز بدی ناکاوت میشه. بعد از اون هم خیلی از افراد از دان فرای حمایت کردن و براش آرزوی سلامتی کردن. جو شیلینگ یکی از مبارزهای مشهور در MMA هست و برای سالهاست که داره مبارزه میکنه. اما خب یه بار وقتی که او در یک بار بود با یک فرد معمولی دعواش میشه. جو داشت توی بار برای خودش قدم میزد که تنش به تنه یه نفر میخوره و بعد از اون هم این فرد یه چیزی به اون میگه و او رو حسابی آتیشی میکنه. جو هم خیلی سری بر میگرده و میزنه دهن بنده خدا رو سرویس میکنه و او رو نقشه بر زمین میکنه. اگرچه ما در اینجا کلیپی از کتک خوردن یک مرد رو میبینیم، اما خب گفته میشه که ماجرا خیلی بیشتر از این حرفا بوده، اما خب متاسفانه هیچ کس از کل ماجرا خبر نداره. خب میریم سراغ مورد آخر، یعنی خبیب و کانر. کمتر کسی هست که از مبارزه و دعوای جنجالی بین خبیب و کانر مکگرگور خبردار نشده باشه. این دعوا بسیار جنجالی بود تا جایی که خبیب بعد از بردن هنوز هم عصبانیتش تموم نشده بود و انقدر عصبانی بود که از قفس پرید بیرون و با همتیمی کانر درگیر شد. اما خب آیا میدونید که چی باعث شد که این دعوا انقدر جنجالی و بزرگ بشه؟ همه چیز به قبل از مبارزه برمیگرده. قضیه اینطوری بود که یک فرد روسی به نام آرتم که دوست کانر مکگرگور بود در یک دعوای خیابونی در نیویورک از خبیب سیلی میخوره. همینطور که میدونید خبیب هم از روسیه هست و به همین خاطر اونها آرتم رو که دوست مکگرگور بود رو یک خائن میدونستن و اون رو زدن. بعد از اون هم مکگرگور از این ماجرا با خبر میشه و با یه عالمه از افراد ایرلندی به نیویورک میاد و به اتوبوسی که خبیب و هم تیمیهاش داخل اون بودن حمله میکنه. افرادی در این حادثه زخمی شدن و بعد از اون کانر مکگرگور توسط پلیس دستگیر میشه، اما خب مبارزه اونها به هر حال برگزار میشه. برای همینم بود که خبیب حتی بعد از مبارزه هم هنوز حسابی عصبانی بود و از رینگ بیرون پرید و این جنجال بزرگ به پا شد. خوب نظر شما راجع به این موارد چیه و به نظرتون کدوم یکی از این دعواها از همشون خفن‌تر بودن؟ لطفاً جوابتون و یا هر نظر دیگه‌ای رو که دارید برامون توی قسمت کامنت بنویسید. لطفاً لایک ویدیو و سابسکرایب کانال ورزش هاب رو هم یادتون نره. ممنونم از وقتتون. روز و روزگارتون خوش.